اخبار را با تحولات عراق ادامه می دهیم. به گزارش تلویزیون الجزیره، افراد مسلح عشایر طی چند روز گذشته تعدادی از مراکز پلیس در منطقه جزیره واقع در شمال رماندی را به تصرف خود درآوردند. بر اساس همین گزارش، افراد مسلح عشایر به طور بی‌سابقه‌ای در منطقه مذکور گسترش یافتند. به گزارش تلویزیون فلوجه، شیخ علی حاتم امیر عشایر دولین اعلام کرد به دلیل فقدان اعتماد میان دولت مالکی و عشایر، دولت بایستی حسنیت خود را با متوقف کردن آتشباری شهرها و اجازه وارد شدن مواد غذایی و الزامات پزشکی و فراورده‌های نفتی به این استان نشان بدهد. وی افزود علاوه بر این، برآورده کردن کلیه خواسته های مشروع تحصن کنندگان شرط مهمی برای موفقیت هر گونه ابتکاری است. به گزارش تلویزیون العربیه، سلمان الجمیلی از رهبران ائتلاف متحدون و نماینده پارلمان عراق خواستار خروج نظامیان مالکی از الانبار شد و اعلام کرد راه حل نظامی یک حماقت بزرگ است. شیخ رافع رفایی مفتی دیار عراق نیز در مصاحبه با تلویزیون التغییر گفت برخی از ابتکار عملها برای حل مشکل الانبار طوری صحبت می کنند که انگار مشکل و دشمنی بین شیوخ الانبار می باشد. این نوعی ظلم و گمراهی است. موضوع اختلاف بین عشایر نیست، بلکه اختلاف بین ما با حاکم ظالم و یاغی می باشد. دکتر عیاد علاوی رهبر العراقیه در گفتگو با روزنامه اردنی القد هشدار داد در صورتی که روند سیاسی وحدت ملی و هویت عربی عراق را از بین ببرد از آن خارج خواهد شد، زیرا نمیخواهد بخشی از یک روند سیاسی باشد که توسط رژیم ایران در عراق اداره می شود. علاوی گفت به باقی ماندن نوری مالکی در حکومت اجازه نخواهد داد.